بالاخره این کانال شروع کرد به مانتایز شدن و پول دادن. مرسی از همتون. امروز میخوام بهتون توضیح بدم که چطور میتونید یوتیوبر بشید، چه اتفاقاتی واسه این کانال افتاد و یه سری نکته‌های دیگه که بد نیست بدونید. یه آگهی ببینید، با هم دیگه برمیگردیم ببینیم. اولش آگهی ندیدید دیگه، این آگهی ببینید. لطفاً جلو هم نذارید، اسکیپ نکنید، زیاد ما پول در بیاریم ازش. ان شاءالله تو اون موقع هم این دوستمون از اینجا بره. شرمنده، من بیرون میشینم. این مشکلاتو داره دیگه. سلام، مخلصم، من محمد خیرخواه هستم. امروز میخوام در مورد کلن این کانال چه اتفاقی واسهش افتاد همه چیزش رو توضیح بدم واسهتون. قبل از اینکه شروع کنیم یه خاطره جالبی رو براتون بگم، شاید عجیب و خنده‌دار باشه. اینکه یوتیوب یه قسمتی داره که تعداد کسایی که سابسکرایب میکنن و شکل لایو به شما نشون میده و 998 تا که شده بود من شروع کردم به ضبط کردنش و اون صابخونه‌ای که میشناسید دیگه تو این ویدیوهای من هستش. خیلی اتفاقی نشسته بودیم با هم دیگه چای می‌خوردیم، لپتاپ من روشن بود، اینو داشتیم لایو نگاه می‌کردیم، رفت روی 999 و بعد 1000. شما به خاطر اینکه بخواد به پول برسید، یکی از کارهایی که باید انجام بدید اینه که تعداد سابسکرایبرهاتون به 1000 تا سابسکرایبر باید رسیده باشه. موقعی که شد این 1000 تا و ما هم دیگه رو شروع کردیم داد بیداد کردن و من بغل کردن و من این طفلک رو انقدر سفت بغلش کردم از شادی که قشنگ صدای شکست شدن استخونهای سینه‌اش اومد و هیچ وقت من اون صدا رو فراموش نمی‌کنم. اوکی خانومه، هیچ مشکلی نداشت، شکسته هم نشده بود، کرک هم حتی نداشت، فقط یه خود استخونهاش مثل اینکه جابجا شده بود، ولی یه میکسچر خیلی ترسناکی از ترس و خوشحالی خلاصه بود. خلاصه کانال این شکلی شروع شد. این کانال رو راستش بخواید من سال 2009 داشتمش. اولین هفته‌ای که من رسیدم امریکا، کسی که منو دعوت کرده بود، دبیر عکس سابق من تو حوزه یونایتد پرس که منو دعوت کرده بود، من 6 ماه تو خونش زندگی می‌کردم و اولین کاری که کرد تو همون هفته اول اومد یه آیمک، اون موقع آیمک خیلی دوستسایی بود، واسه من گرفته بود و گفتش که بیا به جای اینکه عکاسی کنی من ویدیو یاد بگیر و این زندگی تو ویدیو تغییر میده، چون دنیای آینده میره به سمت ویدیو. خلاصه من شروع کردم به ویدیو ساختن. اولین هفته که من تو امریکا اومدم این کانال یوتیوب رو ساختمش و شروع کرده بودم کارهای مختلف توش انجام دادن. ویدیوهای آموزشی میساختم، ویدیوهایی که خودم بالاخره گرفته بودم از جایی مختلف روش آپلود میکردم و اصلا نمیدونستم که مانیتایز شدن یعنی چی. 20 مارچ سال 2013، یعنی دقیقا اول عید تو سال 2013، این کانال بدونی که من بدونم به مانیتایزشن رسیده بود و ایمیلش هم من دریافت کرده بودم و اصلا من نمیتونستم مانیتایز شدن یعنی چی. اگنورش کرده بودم، هیچ کاری هم باش نداشتم و یوتیوب یه قانونی داره، اگر 6 ماه فاصله بندازی و آپلود نکنی مانیتایزشن رو ازت میگیره و ازش باز من گرفته بود. خلاصه منم بیخبر. تا سالها گذشت و خیلی من دوست داشتم که یوتیوبر بشم، شروع کنم به یوتیوب کار کردن، ویدیو، همه این کارهایی که آدم ها میکنن. تا حدود 5-6 ماه پیش دیگه مستمر خواستم که این آپلود کردن رو یوتیوب رو انجامش بدم و شروع کردم واسه کار کردن. 1 فروردین همین سالی که الان توش هستیم، از 91، یعنی 20 مارس 2022، من اولین ویدیو آپلود کردم روی این کانال بعد از یه وقفه طولانی که روش اتفاق افتاده بود و دقیقاً سال تحویل، سر ثانیه، سر زمانی که سال تحویل میشه، من گفتم که این اولین ویدیو بره بالا که یه جورایی خوشیوم باشه و اینکه خودم دیگه یادم باشه دقیقاً چه موقعی آپلودش کردم و توی زمانی کمتر از واقعاً 4 ماه اگه اشتباه نکنم، ما 4000 ساعتی که نیاز هستش و 1000 تا سابسکرایبر که نیاز هست به مانیتایزیشن رو گرفتیمش. دقیقاً 23
جون این اتفاق افتاد. 15 جون ما به اون زمان رسیدیم، 23 جون یعنی 8 روز بعدش جواب از یوتیوب اومد که مانیتایز نشد، ما قبول نمی‌کنیم که این کانال نمیتونه مانیتایز بشه. و من خیلی اذیت شدم خاطر اینکه خیلی زحمت کشیده بودم واسه شو اینا. یه ویدیو هم ساختم آخر این لینک میدم واسه تون که یه صحبتی با شما کردم، یه خبر بدی بود که به شما دادم که این همه زحمت که ما کشیدیم به مانیتایزیشن متاسفانه نرسید و من مجبور شدم حدود 100 خورده ویدیو رو یکی یکی برام دیلیت کنم، ویدیوهایی که خیلی خوبم بودن. بار دوم که دوباره من اپلای کردم واسهش که اجازه به شما میده که ویدیو رو پاک کنی، کانالتو به یک دست کنی در واقع و دوباره اپلای کنی واسهش، حدود یک ماه خورده دوباره کشید. باز دوباره با لطف شما به اون تعداد ساعت رسیدیم، تعداد سابسکرایبرامون تعداد ساعت رو به خاطر دیلیت کردن ویدیوهایی که وجود داشت از بین رفته بود و من مجبور شدم که دوباره نزدیک 3000 ساعت رو جمع کنم با چند تا ویدیویی که ساختم که خیلی هم طولانی بودن، مثل این ویدیو که قراره طولانی باشه. 31 جولای من اپلای کردم، دوباره ری اپلای کردم واسه این که مانیتایز بشه و حدود یک روز بعدش دقیقا 1 آگست اون ایمیلی که خیلی منتظرش هستن که برسه و کانگراتولیشنز میگه یوتیوب واسه من فرستاد و فوق‌العاده بود. یه حس خیلی خوبیه که میدونی این همه زحمتی که گذاشتی، بالاخره گذاشتی، وقتی که گذاشتی به ثمر رسیده و خیلی لحظه خوبیه کلا. حالا مشکل چی بود؟ مشکل این که کانال من مانیتایز نشده بود. خیلی جالب این داستانش. یوتیوب یه چیزی داره به نام ریوز. اگه شما ویدیوهای آدمای دیگر رو برداشته بشی و روی کانالت آپلود کرده باشی بس و چیز جدیدی بهش اضافه نکرده باشی، یه چیزی داره به نام ریوز کردن و شما مانیتایز نمی‌کنه. اتفاقی که افتاده بود این که من به شک واقعا شوکه افتادم، یه شوک خیلی بزرگ داشت که من لحظه لحظه فریم به فریم ویدیوهایی که می‌سازم 100% واسه خودمه و اصلا خیلی جالب واسه این که من چیزی رو کپی نکردم از کسی، جایی کاری نکردم. اتفاقی که افتاده بود این بود که من یک ویدیوی از استاد بزرگ عایشه جریان ساخته بودم و یه خاطره که ازشون داشتم به هر حال گذاشته بودم. این ویدیو به قدری بزرگ شده بود که 1.1 میلیون ایمپرشن داشت و از اون 1.1 میلیون این که ایمپرشنی که گرفته بود حدود 65,000 نفر فقط روی کانال یوتیوب من دیده بودنش. اتفاقی که افتاده بود خیلی از اونا برداشته بودن ویدیوهای مثلی منو کپی کرده بودن و روی کانال یوتیوب خودشون و اینستاگرام و جاهای مختلف آپلود کرده بودن. یوتیوب فکر میکرد که من برداشتم از بقیه کپی کردم، در صورتی که بقیه برداشته بودن از کانال من کپی کرده بودن و دوباره آپلودش کرده بودن. به خاطر اینکه بالاخره الگوریتم داره و AI هوش مصنوعی نگاه میندازه به این ویدیوها، فکر میکرد که در واقع من کسی بودم که ویدیوهای کسای دیگر رو برداشته بودم، در صورتی که اصلا این شکلی نبود. خلاصه با حذف اون ویدیو و یک سری از ویدیوهای دیگه که وجود داشت و یک دست کردن این کانال که بیشتر واسه مهاجرت هستش، زندگی در امریکاست و تجربیات شخصی من، پذیرفتن که اشتباه از اونا بوده و بالاخره به مانیتایز شدن رسیده بود، که خیلی اتفاق خیلی خوبی هم هستش دیگه. خلاصه این که بعد ندونستم که یک سری از تجربیاتی که تو این چند ماه گذشته از این کاری که شروع کردم روی این کانال اتفاق افتاده با شما شیر کنم. یه سری چیزایی که هست، میدونم تعداد سابسکرایبرای من، ویورای من الان زیاد نیست. خیلی هم میپرسن که هنوز که شروع نکردی میخوای شروع کنی، تازه به آدم ها گفتن که چه کاری انجام بدی. من سال هاست که کار عکاسی و فیلم برداری انجام میدم، تصویر برداری و ادیت انجام میدم، حدود 19 سال الان که کار خبرنگاری انجام میدم، حدود 13-12 سال و نیم هستش که کار ویدیو انجام میدم. بخاطر این کاری نیستش که من تازه شروع کرده باشم، ولی این کار یوتیوب کاری هستش که تازه هستش. بیاد با هم دیگه ببینیم که چرا اصلا یوتیوب من شروع کردم، چه نکتایی و خوب هستش که رعایت کنید که اون بلایی که سر من افتاد و موهای من و ریشای من اینقدر اینجوری سفید کرده برای شما اتفاق نیفته. Thank you.
اوکی، چرا یوتیوب؟ چرا من یوتیوب رو شروع کردم به ویدیو گذاشتن روش و چرا میخوام از این روش پول در بیارم واسه زندگیم؟ واقعا چند تا دلیل اصلی داره واسهش. یکی این که من سالهاست واسه رسانه‌های مختلف خبری کار میکنم، چه ایرانیاش چه انگلیسی زبانها، و خیلی خیلی روک بهتون بگم، یک بدون این که خدا نکرده بخوام توهینی بشه به کسی، کانالی یا جای دیگه ای، ولی یه کوراپشنی، یه فسادی توی رسانه ها وجود داره که من بعد از این همه سال کار کردن واسه شون دیگه راستش بخوای حاضر نیستم که تن بدم به اون کوراپشن. توی رسانه های انگلیسی تنها شیش تا آدم وجود دارن که 90% رسانه های امریکایی و دستشون هستش، و کافی هستش که یه دوره هم جمع بشن، یه شامی با هم دیگه بخورن و تصمیم بگیرن که بخوان بودن مسیر یه اتفاق رو جا به جا کنن. اگر من یک روزی هم دوباره برگردم به رسانه های انگلیسی زمان، که اصلا بعید نیست، و بخوام کار کنم، واسه کسایی کار خواهم کرد که اون خط وسط هستن، بایس بودنشون خنب چپ نراسته وسط هستن. سی رسانه مثل ABC، National Geographic، AP، کسایی هستن که اون وسط هم دقیقاً و خبر فقط به شما ارائه میدن، خیلی اجندایی ندارن که بخوان نمیدونم شما رو به چپ بکشونن، راست بکشونن، ذهن شما رو تغییر بدن. این اولین کاری بود که دلیلی بودش که من میخواستم که وارد شدم واسه یوتیوب ساختم. دو، در مورد قضیه پول ساختنه. من خیلی خیلی مهمه واسم که پولی که توی زندگی میاد از کجا میاد. حالا به خاطر تربیتی که میگم مادر عزیزم کرده، پول به دست آوردن بدون اینکه بخوام دینیش کنم، چون من خیلی اعتقادی متاسفانه یا خوشبختانه ندارم به چیزای دینی، ولی پول در آوردن واسم خیلی مهمه که منبع این که این پول از کجا میاد چی هستش. به خاطر همین یوتیوب یک اتفاقی که میفته توش اینه که من یه چیزی تولید میکنم، سعی میکنم که یه دانشی رو شیر کنم، یه تجربه‌ای که داشتم رو انتقالش بدم، و از اون تجربه یک جمع تصمیم میگیرن که نگاهش کنن، و از طریق اون جمع یه آگهی پخش میشه از طریق یوتیوب و کسایی که بالاخره آگهی میدن با این ویدیوها، و یه چیز جمعیه، پول جمعی است. از یک جای خاص یک دونه ای فقط شما پول نمیسازی، در واقع یک کار جمعی هستش به خاطر خلاقیتی که داری، و خیلی زیباست. یک جمع خیلی زیادی تصمیم میگیرن که ویدیوهای شما نگاه کنن، و از روی خلاقیت و بالاخره همون چیزایی که گفتم تصمیم میگیرن که ادامه بدن، ساپورت کنن، مثل شما بزرگوارانی که نگاه میکنید و ساپورت میکنید، و از اون طریق خیلی غیر مستقیم شما میتونید پول در بیاری واسش. این دلیلایی بود که من وارد یوتیوب شدم. و یه دلیل دیگه ای هم که وجود داره، چرا یوتیوب و چرا رسانه های دیگه نه، مثل نتفلیکس، مثل تلویزیون، جاهای دیگه نه. شما اگر تاریخ تلویزیون ها نگاه کنید، همینطور تعداد بازدید کننده هاشون داره کمتر و کمتر میشه. حتی نتفلیکس که آنلاین هستش، اونم اگه نگاه کنید توی چند ماه گذشته هی تعداد سابسکرایبرهاش رو داره از دست میده. یوتیوب تنها جایی است به خاطر اینکه واسه گوگل هستش، من فکر نمی کنم که حالا بخواد اتفاقی واسش بیفته، و همینطور بزرگتر و بزرگتر هم خواهد شد. تو کارتهای بعدی، توی نوشتهای بعدی خدمتون عرض می کنم که تعدادی که واقعا آدمایی که دارن یوتیوب می بینن چقدر هستش. بیاد 9 تا از تجربیات، چیزهایی که من یاد گرفتم و بهتون انتقال بدم، شاید واسه تون مفید باشه و شما هم بتونید ازش استفاده کنید. اول از همه اینکه همین امروز شروع کنید. نگران پرفکشنیست بودن نباشید. من خودم آدمی هستم که خیلی دوستم همه چیز پرفکت باشه، ولی اصلا چیز خوبی نیست. از همین امروز شروع کنید. من به خاطر اینکه حالا اگه اعتقاد بهش داشته باشید، من به اینکه ما ایوالو میشیم، به اِوولوشن اعتقاد دارم، و ما هی هر روز بهتر و بهتر میشیم. به خاطر این قضیه من اگه ویدیوهای 4 ماه پیش خودم رو که نگاه میکنم، واقعا دیگه خسته کننده است واسم، خودم نمیشونم دیگه نگاهشون کنم. این چیز خوبیه معمولا، یعنی اینکه شما هی دارید پیشرفت میکنید. به خاطر همین
کلن هر دغدغه دیگه که دارید و از دوربین میترسید از صحبت کردن، همین رو بذارید کنار، شروع کنید همین الان شروع کنید و به وقفش نندازیدش. من 13 سال پیش اولین ویدیوهایی که گذاشته بودم ویدیوهایی هستش که ویدیو آموزشی هستش. اگه نگاه کنید من یه جوان لاغر خیلی کوچولو بوچولی هستم. اگر اونو واقعا ادامش میدادم الان یکی از شاید بزرگترین کانالهای حداقل ایرانی یوتیوب رو داشتم، ولی به خاطر اینکه خیلی پرفکشنیست بودم و میگفتم که نه این خوب نشده، اینجوری نیست، وقفه انداختمش. الان دیگه واسم خیلی واقعا مهم نیست. خودم اگه راضی باشم که یه ویدیویی کیفیت مناسبو داره که وقت مخاطبو نمیگیره، خدای نکرده توهینی به شعور مخاطب نمیکنه، ضبطش میکنم و پخشش میکنم. به خاطر این نگران اون قضیه نباشید. یه موضوع دیگه این که نگران اشتباهات نباشید. اشتباهات اتفاق میفتن، ما انسان هستیم، اشتباه میکنیم، نذارید که اونا جلوتون رو بگیرن. یک چیز خیلی جالبی رو واسه تون تعریف کنم و یه چیز شخصی هستش. من یه بیماری دارم، ADHD نیست، ولی یه بیماری هستش که مغز من زودتر از دهنم کار میکنه. یعنی الان که من دارم با شما صحبت میکنم مغز من 5 جای دیگه است داره فکر میکنه که صحبت بعدی که قراره انجام بشه چی هستش. به خاطر این باید یه خود آرومتر صحبت کنم. به خاطر این اشتباهات که خیلی هم از اون ویدیوهای من شاید میبینه که فعل و فاعل و بعضی وقتا اشتباه میگم یا از اینجا میپرم اونجا، مجبور شدم که تیکه تیکه کنم صحبتامو. و صحبت کردن طولانی اینجوری خیلی واقعا سخته واسم. بهتر میشه یه خورده که میرم جلو، ولی هنوز خیلی سخته صحبت کردنش. به خاطر همین خودش یه سبکی اتفاق افتاده، اگر بگم که سبک هستش، ولی نوع ادیت منو تغییر داده. به خاطر این من معمولا کوچولو کوچولو صحبت میکنم، هم به خاطر اینکه شما خسته نشید، هم لابلاش یه سری تایم لپس و ویدیو و موسیقی و چیزای دیگه میارم واسه لابلاش. خیلی از آدما میشنوم به من میگن که تو شبیه کیسی نایستری داری سبک کیسی نایستت رو فالو میکنی. به هیچ وجه این شکلی نیست. اولین ویدیویی که من ضبط کردم روی این کانال که تایم لپس داره 5 ژانویه 2010 بود. یه ویدیویی بود که اسمش از هپی نیو ایر، سال نو مبارک، با یه علامت سوال که سال نو مبارک واقعا. اون اولیش هستش. اگه اون ویدیو نگاه کنید که این پایین الان نشونش میدم اینجا بهتون، عشان توش تایم لپس داشت، همه چیز داشت. اولین ویدیویی که آقای کیسی نایستت ضبط کرده 1.5 ماه بعد فوریه 17 فوریه 2010 که یه ویدیو خیلی ساده است که در مورد ترمز قطاره. به همین خاطر نه، من خودم هستم سبک کسی رو واقعا دنبال نمی کنم. به خاطر اتفاقی که من اینجوری کاتش می کنم، به خاطر این مشکلیه که واسه تون توضیح دادم. آقای کیسی نایستت بسیار اینسپایرشن بسیار بزرگی هستش، فوق‌العاده است کارهایی که انجام میده. من هر روز باهاش اینسپایر میشم. اینفلوئنسر بسیار بزرگی هستش، ولی نه کپیش نمی کنم، من خودم هستم. کپی کار اصلا نیستم واقعا. خیلی روک بهتون بخوام بگم. دو، نگران وسایل نباشید به هیچ وجه. این یه دغدغه خیلی بزرگ هستش که آدمو دارن که چه وسیله بگیرم، چه کار کنم. 90% بیشتر از 90% ویدیویی که من میسازم، موقعی که خودم اگه تو تصویر هستم، فقط با این دوربین خوبی هستش که الان دارم ضبطش میکنم. 90% تصویرای این ویدیو باور کنید یا نه با این گوشی گرفته میشه. سامسونگ S21 اولترا هستش که من خیلی وقت دارمش. 90% تصویرها تایم لپس ها، کارهایی که اتفاق میفته تو این ویدیوهایی که از من میبینید، با این گوشی هستش، نه یه چیز دیگه. یا این ویدیو هستش و یه سری شات درون و گوپروی که دارم هستش. به خاطر همین نگران واقعا وسایل نباشید. چه وسیلهی بخرم، چه سپایی، این چه نوری بخرم، اینو اصلا نگران نباشید. اولین چیزی که من بهتون پیشنهاد میکنم این میکروفونه. یه میکروفون خوب بگیرید. صدا مهمترین چیز هست توی ویدیوی شما هستش. این میکروفون هم 12 دلاره. باور کنید یا نه، من یه میکروفون 12 دلاریه. یه خورده که کارتون بهتر شد میتونید وایرلس بگیرید. همه این وسایل هم من تو هر ویدیویی که میسازم تجهیزاتمو توی دیسکریپشن این ویدیو لینکاشو میدم، میتونید ببینید که من چه وسایلی استفاده میکنم. ولی اولین چیزی که بخرید یه میکروفون 10-12 دلاری بخرید و بعدش
یه خورده که رفت جلوتر میتونید هزینه کنید واسش. میگم چون کار من این هستش، من این وسایل رو قبلا داشتمش، ولی اولین کاری که کنید یه میکروفون بخرید. هیچ نگرانی چیز دیگه نباشید. شروع هم کنید با موبایلتون ضبط کردن، این درست میشه. اینا جلو جلو که کم کم که میرید جلو درست میشه. هر موقع هم رفتید جلوتر و ویدیوهای قبلیتون رو نتونستید نگاه کنید، یعنی که شما دارید پیشرفت میکنید، یعنی که بهتر شدید تو کارتون و خیلی خیلی چیز خوبی هستش. موضوع 3، اگر واسه این میخواد یوتیوبر بشید، فقط واسه این میخواد یوتیوبر بشید که ازش پول در بیارید، این کار انجام ندید. این نظر شخصی من هستش. هر آدمی که به شما میگه که آره بیاد از یوتیوب شدن میلیونر بشید، پول بسازید و اینا، متاسفانه خیلی بخشید این صحبت میکنم، ولی اکثرشون دروغ میگن بهتون، کار شیادی هستش، بهش باور نکنید. ویدیو ساختن، کار ویدیو یوتیوبر شدن بسیار کار سختیه. من واقعا سختی خیلی تو زندگی کشیدم، کارهای عجیب غریب تو زندگی خیلی زیاد کردم که آدم ها میگفتن که نه نمیتونی، گیواب میکنی همین کارا، ولی این کار یوتیوب ساختن و همین 1000 تا سابسکرایبر جمع کردن خودش یکی از سخت‌ترین کارهایی هستش که من توی زندگی واقعا انجام دادم. به خاطر همین یک تلاش بیوقفه میخواد، یک پشتکار خیلی زیاد میخواد. اگه واسه این میخواد بیاد که پول ازش در بیارید، این کار نکنید. ولی وقتی که تلاش کنید و به یک جایی برسید که شروع میکنه به پول دادن، ثمره کاراتون میبینید. میگم پولش اونقدر زیاد نیست. توی ویدیوهای بعدی اینکه چقدر پول میده، چطوری اصلا میتونید به این قضیه برسید، به مونتایز شدن، اینا همه رو اینو بهتون توضیح میدم که قشنگ بدونید ببینید. اگر حرفی واسه گفتن دارید، اگر یک تجربه دارید، اگر مثلا آشپز خوبی هستید، اگر مکانیک خوبی هستید، اگر واقعا حرفی توی یک زمینه که کار میکنید حرفی دارید، گشتید رو اینترنت و پیداش نکردید و دیدید که آدم خیلی زیادی وجود نداره، یوتیوبرهای زیادی وجود ندارن که بتونن اون حرف رو درست بزنن، شروع کنید. اصلا وقت یک لحظه هم وقفه نندازید. اون تجربیاتی رو دارید و شیر کنید با آدم ها و مطمئن هستم که اگه پشت کار داشته باشید و یک کار یونیکی انجام بدید، آدم ها میان نگاه میکنن. کار قبلا نمی صحبت کنم، شما کار خوب که انجام بدید همیشه بیننده واسش هست. یه موضوع دیگه هم هستش که اینکه اگر زمان زیادی رو یوتیوب میذارید، من خودم بخش خیلی زیادی در روز، شاید 4 تا 6 ساعت واقعا در روز روی یوتیوب هستم، ویدیوهای یوتیوب میبینم، از بچه 13 ساله، پیرزن پیرمرد واقعا 70 ساله 80 ساله چیز یاد میگیرم. یوتیوب فوق العاده است. هر چیزی رو که شما فکر کنید روش میتونید پیدا کنید، فضای سالمی هستش، میتونید خیلی چیزا یاد بگیرید. اگر یک چیزی رو میتونید به آدم یاد بدید، به نظر من شروع کنید همین. ببخشید اینجا باد هستش، امیدوارم که روی این صدا تاثیر نذاشته باشه. موضوع 4، پوستتون باید کلفت باشه. یه پوست کریدن باید داشته باشید واسه اینکه بخواد شروع کنید. به خاطر اینکه کامنت زیاد خواهد اومد. کلاً به حرف دیگران گوش ندید. حرفای مثبت، چیزایی که مثبت و سازنده هستش رو بگیرید. چیزایی که منفی هستش رو اصلا از این گوش بگیرید، از اون گوش بدر کنید. یه پوست چی میگن کلوفتی داشته باشید، نگران کامنت و اینجور چیزا نشته باشید، نباشید کلا. من تقریبا هر روز 4-5 تا مسیج واسم میاد که سه آدمایی هستن که رو تختشون، رو صندلی، رو جای دیگه نشستن، دارن کامنت میدن، آدمای منفی هستن. نگران اونا نباشید، اونا همیشه میان. همیشه یادتون باشه آدمهایی که کمتر از شما کار کردن معمولا نظرات عجیب غریبی بیشتر میدن. شما وقتی که کار میکنید، کار مثبت دارید انجام میدید، نگران کامنت های آدم های مختلف نباشید. یک هدفی واسه خودتون داشته باشید، اون هدف رو پیش رو بگیرید، برید جلو، نگران هیچ چیز نباشید. اگر
تلاش کنید، تلاش مثبت انجام بدید، با فکر انجامش بدید، مطمئن باشید که به نتیجه میرسید. آدم ها معمولا سر اون شیبه گیواب میکنن، ولی اگه یه خورده فشار بدید به جلوتر، نگران هیچی واقعا نباشید. کامنت های مثبت آدم های دیگر رو بگیرید، به کامنت های منفیشون اصلا نگرانش نباشید. یه چیز دیگه هم همیشه یادتون باشه، همیشه کامنت نوشتن و نگاه کردن خیلی ساده است، خیلی کار سادهیه. تولید کردن کار سختیه. شما معمولا وقتی که یه کاری تولید میکنی خیلی کار سختیه. وقتی یه چیزی رو داری نگاه میکنی خیلی ساده است، میزنی برق عقب جلو، چیز نداره. به خاطر این مسیر رو بگیرید، نگران هیچ چیزی نباشید. پنجم، داستانگوی خوبی باشید. اگه میتونید داستان تعریف کنید شما موفق هستید. من در مورد داستانگویی کردن، چطور داستانگوی خوبی باشید، یک ویدیو مفصل خواهم ساخت که ببینید چه شکلی هستش، ولی خیلی مقدمش رو همینجا واسهتون توضیح میدم. ببینید هر داستانی سه تا بخش داره، یه ستاپ داره، یه کانفلیکت داره، یه رزولوشن، یه اول داره، یه وسط، یه آخر. آدم معمولا اینو سختش میکنن. من یه مثال خیلی ساده همیشه میزنم، ما ایرانی ها معمولا آدم های طنازی هستیم، جوک خیلی بلد داریم میگیم. به ساختار جوک نگاه کنی، شما از یه جای شروع میکنی، به یک جای میرسونینش، بعد یه پانچلاین داره، یه تیکه آخر داره که آدم رو خنده وادار میکنه، اونم پایان قضیه است. همیشه این شکلی نگاه کنی. مثلا حسن رفتش که بالای کوه یه کوزه آب برداره بیاره چون تشنه بود. این ستاب است. شما میدونید که داستان چه اتفاقی داره میفته. توی مسیر را حسن میفته و پاش میشکنه. اینجا یه اتفاقی واسش افتاده، یه کانفلیکتی اتفاق افتاده. حالا یه رزولوشن، یه کمکی نیاز داره. یک نفر میاد کمکش میکنه، میبره به بیمارستان و خوبش میکنه. شما اینجا یک داستان دارید. همیشه یک داستان خوب باید این ستا رو داشته باشه. این ستا رو رعایتش کنید. اگر داستانگوی خوبی داشت باشید، آدم ها جذاب هستش واسه شون، ویدیوهاتون رو نگاه میکنن بیشتر. ببینید این که رفتن به جایی که نمیدونم آدم خوشتیپ به خانم یا آقا بیاری، قضیه رو به جایی برسونی که مثلا بعدن نشون بیدی سکسیش کنی و اینا، آدم انجامش میدن. برای من خیلی جذابیتی واقعا نداره. به نظر من اگر به اون سمت کل کانال شما به اون سمت میره، چیزایی هستش که مثبت 18 هستش و خیلی چیزی هستش و ببخشید چیپ هستش، یعنی اینکه شما حرفی واقعا واسه گفتن نداری خیلی، فقط میخوای با کلیک خور هستش این کارا. اگر ولی صحبتی داری واسه انجام دادن، یک چیزی میدونی به آدم ها اضافه کنی، مثلا اون واسه من حداقل جذاب تر هستش. هیچ بدی وجود نداره اگه شما میخوای سکس رو بیاری این چی میگن نکته اصلی باشه تو ویدیو، یه چیز شخصی واسه خودت هستش، ولی واسه من نیست. به نظر من کار آسونیه، یه کار چیپ و آسونیه. هایر کردن یه آدم خوشتیپ که بیاد توی ویدیو بدن خودشون نشون بده و اینا خیلی جذاب نیست. من خودم معتقدم که یا باید سکسیش کنی یا باید خنده‌دارش کنی واسه اینکه مخاطب بتونه نگاه کنه. این داستان به خاطر ویدیوی من، به خاطر اینکه من خودم شخصاً به حال سکسی هست به اندازه کافی، ولی قسمت طنزشو من باید بیشتر کنم. ولی آره، اگه چیزی واسه گفتن دارید بنظرم باز دوباره شروع کنید. دوباره خیلی کوتاه، تو شماره 6، یوتیوب ساختن، یوتیوبر شدن، ویدیو ساختن کار بسیار مشکلی هستش. ویدیوهایی که من میسازم، من میگم خودم هنوز پرفکشنیستم، ادیتامو هنوز خیلی وقت میذارم روش. خیلی مهم هستش واسه موسیقی که دارم انتخاب میکنم آیا به تم اون ویدیو میخوره، آیا اون موسیقی حرفی برای گفتن داره، آیا این شادی که من میذارم اول آخر صحبتام به این صحبتی که دارم میکنم میخوره یا نه. به خاطر همین ویدیوهایی که این شکلی هستش، بشین جلوی دوربین صحبت کردن، کار خیلی ساده ای هستش به نظر من، خیلی ادیت اون شکلی نیاز نداره. ولی کارهایی که من میکنم، ادیتای سختی که انجام میدم و اینا، اونا وقتگیرتر هستش. اگر اون شکلی میخواد کار کنید، به نظر من یه خورده باید دوباره
زمان بلستش خستتون میکنه، ولی گیواب نکنید، برید جلو، نگران هیچ چیزی هم نباشید، مطمئن باشید که اگه خوب کار کنید مخاطبتون رو پیدا میکنید و ثمرهش اون میوهش رو میبینید و فوق العاده هم هستش. اوکی، یه موضوع موضوع شماره هفتم، یه سری عدد میخوام بهتون بگم که ببینید که یوتیوب به کجا داره میره و چقدر داره بزرگ میشه. در روز 2.6 میلیارد نفر، 2.6 میلیارد نفر در روز یوتیوب استفاده میکنن، بعد از گوگل، دو که خدا بالاخره یوتیوب واسه خود گوگل هم هستش، بعد از سرچ گوگل یوتیوب دومین سرچ انجین دنیاست از لحاظ تعداد سرچ هایی که روش انجام میشه. اگر شما AOL، یاهو، بینگ مایکروسافت و تمام سرچ انجین های کل بقیه کل دنیا رو با هم جمع کنی، کامباینش، همه توتالش، هنوز کمتر از تعداد سرچ یوتیوب هستش. به خاطر این فوق العاده است. نکته بعدی این که در هر 24 ساعت، در هر یک روز 1 میلیارد ساعت آدم ها یوتیوب نگاه میکنن که عدد وحشتناکیه. و یه موضوع خیلی جالبتر که پول ربط داره، 63% کسایی که یوتیوب نگاه میکنن روی گوشی های همراهشون، روی موبایلشون نگاه میکنن. روی موبایل شما نمیتونی اد بلاک بذاری که اد نشون نده، آگهی نشون نده، به خاطر این خیلی پولساز هستش واسه. من خودم اینو توی کانال های خودم میبینم، یه بخش خیلی زیادی از کسایی که میان ویدیوهای من نگاه میکنن از توی موبایلشون نگاه میکنن، چون نمیتونن اسکیپش کنن، میتونن اسکیپش کنن چون نمیتونن اد بلاک کد بذارن. به خاطر این شما یه پول خوبی ازش در میاری. و تو هر دقیقه هم 500 ساعت ویدیو روی یوتیوب آپلود میشه، هر دقیقه 500 ساعت ویدیو رو یوتیوب آپلود میشه که عدد خیلی عجیب و غریبی هستش. یک چیزی هم تو اینجا تو پرانتز بهتون میگم، کلن از این که بخواد الگوریتم به یوتیوب رو گول بزنید و نمیدونم کارهای زرنگ بازی در بیارید و اینا، کلن بپریزید، چون انقدر تعداد ویدیوهایی که داره آپلود میشه و تعداد ساعتهایی که ملت دارن نگاه میکنن انقدر بالاست، اون الگوریتم و AI یوتیوب انقدر قوی و باهوشه که اگه شما بخواید بپیچونید اون خودش میفهمه. خاطر همین با تلاش برید جلو، سعی کنید چیزایی بسازید که آدم ها نگاش میکنن و تو طولانی مدت هم خیلی جذابتر خواهد بود. دوباره از کنم خدمتون، این موضوع هشتم، شروع کنید به تولید کردن. میدونم که سخته واسه کسی که تو ایران زندگی میکنن به خاطر اینکه فیلترینگ وجود داره. ممنونم ازتون که وقت میذارید این ویدیوها رو نگاه میکنید با همه مشکلاتی که هست، سرعت کم اینترنت تو ایران، فیلترینگ که وجود داره. ممنونم میشم که همین الان سابسکرایب کنید اگه نکردید، لایک کنید این ویدیو رو، کامنت بذارید زیرش، تجربهاتون رو با من شیر کنید. ولی نگران نباشید، ظلم توی دنیا نمیمونه، ظلم از بین میره. تولید کنید، محتوا تولید کنید، این قضیه فیلترینگ و این چیزا امیدوارم که از بین بره، یا فرصتی پیدا میکنید که میاد بیرون از کشور و میتونید شروع کنید به آپلود کردن تولیداتی که دارید. نگران قضیه نباشید، فعلا شروع کنید به تولید کردن. میفهمم سخته با همه این فیلترینگ و اینایی که وجود داره، همه اینا رو میفهمم، سپاسگزارم واقعا ازتون، ولی نگرانش نباشید، ظلم از این دنیا خواهد رفت. و توی نکته آخر میخواستم هدف من واسه این کانال دوباره خدمتون عرض کنم و یه سپاسگزاری بزرگی ازتون کنم. ممنونم که حمایت میکنید، ممنونم که سابسکرایب میکنید با همه مشکلاتی که وجود هست داره، ممنونم که اسپانسر من هستید واسه بهتر شدنش. هدف من عرض کرده بودم قبلنم واسه این کانال این بودش که اول به 1000 تا برسونمش. ما این قضیه رو با لطف شما انجامش دادیم. هدف بعدی من این هستش که به 10000 تا برسونمش. به نظر من جای خوبی هستش 10000 تا، این به معنای این هستش که بالاخره من یک تولیدی کردم که 10000 نفر رو تونسته جذب کنه و نگهشون داره، بعد به 100000 تا میرسونمش. این هدفی هستش که دارم که طولانی مدت دوست دارم که انجامش بدم. بعد از اینکه به 100000 تا رسید، همونطور که تو ویدیوهای قبلی هم گفته بودم، یه مدت کوتاهی رو استراحت میکنم و بعد از اینکه برگردم دوست دارم که هر روز بیام یک ویدیوی 2 تا 5 دقیقه‌ای، اگر جواب بده و اگر مخاطب بپذیره
که نگاهشون کنه انجامش بدم واسه شما که جذاب نگهش دارم. من واقعا خیلی چی میگن تو این هدفی که وجود داره مانع زیادی نمیدونم، تنها دو تا قضیه است. یکی موضوع سلامتی هستش که ممکن اتفاق بیفته و بخواد کندش کنه، و دوم این که اگر اتفاقی از طرف یوتیوب اتفاق بیفته که بخواد این قضیه اتفاق بیفته. من خودم یه کاریو که وقتی شروع کنم تا تهش معمولا میرم، خیلی چیزهای دیگه اذیتم نمیکنه وقتی یه هدفی واسه خودم میسازم. امیدوارم که با هم باشید، امیدوارم که بتونم این صحبتایی که کردم و انجامش بدم، و دوباره خیلی مخلصیم دیگه. ممنونم که این ویدیوها رو نگاه میکنید، ممنونم که این آگهیایی که رو اعصاب هستن رو نگاه میکنید، منو حمایت میکنید ازش. توی هفته آینده میبینمتون. در مورد کلا یوتیوب چقدر پول میده، چطوری میتونید یوتیوبر بشید، چه چیزایی نیاز داره، همه اینا براتون توضیح میدم موقعی که خودم اون کدی که ببخشید واقعا باید بگیرم از یوتیوب و موقعی که گرفتم، همه اینا رو واسهتون توی ویدیو دیگه توضیح میدم. امیدوارم که این چند تا نکته ای که گفتم واسه تون خوب بوده باشه، مفید بوده باشه. هفته دیگه میبینمتون. خیلی مخلصیم. Hi. I'm sorry. Is it possible for you to work out here? I'm doing a video. You might be in it. I was just... What are you shooting? What am I shooting? Yeah, where do you want me to go? Oh, over there would be perfect. Thank you very much. Appreciate it. Thank you. I wasn't sure if you wanted to be in the video or not, so thank you much.